لایحه جدیدی برای جلوگیری از تولید و انتشار گفتمان نفرت دینی و نژادی در میادمار تنظیم شده که در ماه آینده برای تصویب به پارلمان این کشور می روید. به گزارش خبرگزاری آناتولی این لایحه که از سوی وزارت امور دینی و فرهنگی میانمار در تلاش برای پایان دادن به تنش قومیتی و مذهبی تنظیم شده در صورت تصویب قادر است فعالیت گروه های بودایی افراطی مانند کمیته حفاظت از نژاد و دین را مانع شود آنگ ساموی مدیر کل بخش اطلاعات وزارت امور دینی میانمار درباره این لایحه گفت شش گروه مختلف دینی در تنظیم این سند مشارکت داشتند و سوی دادستانی کل میانمار نیز مورد بازبینی قرار گرفته است و یفزود بر اساس این لایهه هر فردی که اقدام به تولید و انتشار گفتمان نفرت انگیز کند به سه سال زندان محکوم خواهد شد و این لایحه به زودی به پارلمان ارائه می شود. پیروزی اخیر حزب لیگ ملی دموکراسی در میانمار سبب آغاز تلاش برای احقاق حقوق اقلیت مسلمان و مزنومه روهینگیا شده است. از جمله این تلاشها تشکیل کمیسیون راخین به سرپرستی کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل برای حل این مسئله است